بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران عزیز و محترم، درود و سلام خدا بر همه شما باد و خداوند با لطف و رحمتش طاعات و عبادات را از همه ما قبول بفرماید. یکی از عبادت‌های بسیار بزرگی که در روزهای گذشته هم صحبت‌هایی شد در خلال برنامه صحبت‌هامون، یکی از این عبادت‌های بسیار با ارزش و مهم در قرآن که اصلا مرتبط با ماه رمضان هم هست، گفتیم خواندن قرآن هست. خواندن قرآن به معنای نیست که فقط انسان بخونه و هم و غمش این باشه که ببینم در این ماه چند تا ختم داشته باشه و بعد هم بخواد این ختماشو ببخش. حالا بخشیدن ختم ما کاری نداریم، اما میگیم که هم و غم ما میشه خواندن قرآن که حالا 10 تا ختم کمتر بیشتر داشته باشیم. خب حالا خواندن قرآن یک عبادت بسیار بزرگی است، اما آیا واقعا خواندن قرآن فقط این است که انسان بخونه و هیچی نفهمه؟ یا اینکه نه، قرآن برای یک هدف بسیار مهمی نادر شده و وقتی خداوند یا در احادیث به ما امر شده که قرآن رو بخونیم، فقط خوندن سریع نیست که انسان بخونه رد بشه نفهمه چیزی که قرآن داره چی میگه. اولا نگاه کنید، شما وقتی یک کتابی برمیدارید میخواد بخونید، خب بایستی بفهمید که نویسنده چی میخواد، چی میگه، چی چیزی میخواد به ما انتقال بده. قرآن سخن خداست، خداوند داره با ما صحبت میکنه، خب بایستی بدونیم که خدا به ما چی میگه، چی کار کنیم، چه راهی بریم، چگونه زندگی کنیم، چه هدیه خدا به ما داده. در هر سوره ای هدیه ایست از خدا. بینیم که در این سوره خدا چه هدیه به ما داده. خداوند می فرمان که افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوب اقفالها. چرا در قرآن تدبر نمی کنند مگر بر قلباشون قفل خورده؟ یعنی انسان اگه تدبر نکنه قلب قفل خورده. می فرمان که کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. قرآن این کتاب مبارکی است که بر تو نازل کردیم. مبارک یعنی برکت داره، همیشه خیریت و برکت همیشه در وجودش هست، همیشه داره، یه چیز ثابتی است در اون، این معنای مبارک هست و برکت، خیر همیشه درش هست. برای چی نازل شده؟ این فقط بخونیم برای برکت باشه، موقع رمضان بخونیم، موقع یه مناسبتی هست، یا موقع عزا مردم قرآن رو بخونن؟ لیدبروا آیاتی، تا تدبر کنن در آیاتش، تدبر بفهمه چی میگه خدا بهش. امکان داره همین الان خیلی از ما بگیم که ما که قرآن نمیدونیم چی میگه، نخونیم هم نه، میخونیم، اما خدا قرآن رو برای فهم آسون کرده. هر کس میتونه به اندازه توان خودش از قرآن بفهمه که چی میگه قرآن بهت. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را برای اینکه قابل فهم باشه، قابل یادآوری باشه، آسونش کردیم، ما آسونش کردیم. همه عقل بشر رو مورد خطاب قرار داده، همه انسان ها در هر سطح و درجه ای که باشن میتونن قرآن رو بخونن، ازش بفهمن. فهل من مدکر،
بیاد بیارید بفهمید. نگیم که قرآن کتابی است قابل فهم نیست. خب ما همون گونه که در تجارتمون سعی و کوشش داریم زبانهای مختلف یاد میگیریم، از تجارت سر در میاریم، خب از قرآن هم بیم سر در بیاریم دیگه، بنزه توانمون. آقا دانشجوست، زبان اسپانی میخونه، فرانسوی میخونه، فران 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 میخونه، وقتی میاد پای قرآن میگه من قرآن خوندم بلد نیستم، این عذر نیست. چون بایستی ما قرآن بخونیم، بایستی هر انسان مسلمانی قرآن رو بخونه. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چیزی که میسر شد انسان در زندگیش باید بخونه، روزانه باید یه چیزی بخونیم. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هیچ وقت ارتباطمون رو با این کتاب بزرگ قطع نکنیم، بایستی روزانه بخونیم. نصف صد صفحه هم شده باشه، یک صفحه، کمتر، بیشتر، هر طور، بایستی روزانه با این کتاب ارتباط داشته باشیم. احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله که در فضائل اومده، فضیلت قرآن، معناش این نیست که فقط هر کی خوند تون 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 بخونه، در روزی 10 تا 20 حتی جزء هم بخونه اما هیچ چیزی نفهمد. خب حضرت علی فرمود که قرائتی که در اون تدبر نباشه خیری درش نیست، بر انسان تأثیر نمیذاره. رسول الله فرمود که هر کس حرفی از کتاب الله را بخوند از قرآن، در مقابل هر حرفی حسنه، در هر حسنه هم 10 برابر. ما فقط به این جنبه خالی خواندن قرآن دقت نکنیم، اون چیزی که در احادیث میاد در فضائل همیشه وابسته که انسان بفهمه، اونو به کار دیگه وادار کنه، از کار بد وادار کنه، باز داره به کار خیر، باز داره به حرکت بده. این منظور احادیث هست، نه اینکه فقط انسان بخونه. اینجاست که یه وقتی ما قرآن میخونیم کارهای کبیره انجام میدیم که قرآن لعنت کرده انجام دهندش، اما ما نمیدونیم چون قرآن رو با تدبر نخوندیم. معناش این نیست که ما قرآن نخونیم، قرآن خواندن واجب است، بایستی بخونیم. این یکی اولین مرحله. مرحله بعد اینه که بایستی با فهم باشه، بفهمیم که قرآن داره چی میگه، بایستی با فهم باشه قرآن رو بدونیم چی میگه. در حدیث هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که کسی که قرآن را کمتر از دیگه سه شبانه بخونه، سه شبانه روز بخونه، دیگه این فقهی نداره، نمیفهمه قرآن چی میگه. شخص اومد پیش عبدالله بن عباس گفت من قرائتم خیلی سریع هست، در سه روز تموم میکنم. عبدالله بن عباس گفتن که اگه من در شب، در یک شب سوره بقره را با تدبر و تفکر بخونم خیلی بهتر است از این که در سه شبانه روز بخوام قرآن رو ختم کنم. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونها که حفظ قرآن براشون خیلی ساده بود، اما چیکار میکردن؟ چند آیه را میگرفتن، حفظش که ساده بود، مهم فهمش بود و عملش. بعد از اون میرفتن به آیات دیگه. به این خاطر هر کس که سوره بقره را حفظ میکرد با این مراحل، خواندنش و حفظ کردنش، بعد فهمش و عمل، میگه که در نزد ما دیگه انسان بزرگی بود. فهم قرآن بود که این امت رو ساخت، نه فقط قرآن خوندن بدون فهم و تدبر، یا وقتی برای تبرک بخونن. برای تبرک متاسفانه مرحله شده بود که وقتی می رفتن برای کشورگشایی، برای جنگ با دشمن، مثلا قرآن رو به خاطر برکت می خوندن، صحیح بخاری به خاطر برکت می خوندن. این هم نتیجهش الان ما یه داریم می بینیم که این انحرافی که پیش اومد الان بزرگترین ضربه شما داریم میخوریم، که تا زمانی که به قرآن بر نگردیم و روی درک و فهم نباشه قرآن، در زندگی ما تغییری پیش نمیاد. میخوام تغییر بدیم، بایستی با فهم قرآن باشه. پس قرآن رو بخونیم،
اما حتما همراه با فهم باشه. تقبل الله صلاتکم و صیامکم. در این وقت مبارک دعا را هم فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.